با سلام با یک و یک شما بینندگان عزیز و خوش آمدید به سرخطی رویدادهای امروز 31 آگوست. در دقایق بعدی در برابر دیگر موضوع ها از آن میگویم که با وجود افزایش پروازهای دائمی میان تاجیکستان و روسیه نرخ بلیت پایین نیامده است. بیرون شدن آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان، تغییرات در قیمت راه کرای ولایت سوخت و زیاد شدن حالتهای تجاوز به ناموس از خبرهای دیگری ماست. از چین به تاجیکستان باز 500 هزار وایه واکسینه کرانواک فرستاده شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید دیروز واکسینه به کشور رسیده در انبار مخصوص جو و طبق نقشه ملی استفاده میگردد. قبلا تاجیکستان از جمهوری چین به طور رایگان بیش از 2 میلیون وایه واکسینه کرانواک را دسترس کرده بود. طبق معلومات وزارت تندرستی تا نیمه اول ماه آگوست حدود 1 میلیون و 900 هزار ساکنان تاجیکستان بر ضد کووید 19 مایکوبی شدند. طبیبان در صحبت‌های غیررسمی اعتراف می‌کنند که ترس و ناباوری به واکسینا یک مشکل جدی پیشرفت در مرکه امکانی در تاجیکستان باقی می‌ماند. انتظار می‌رود که در آینده نزدیک روسیه به تاجیکستان تجهیزات تشخیصی کرونا ویروس را تقدیم نماید. طبق آمار رسمی در مجموع از اول به قیدگیری پاندمی در تاجیکستان تا 30 آگوست 16817 مورد صورتیابی به کرونا ویروس آشکار گردیده و 99% بیماران شفا یافتند. اموری که از سوی کارشناسان زیر شبهه برده می شود. صرف نظر از افزودن شماره پروازهای دائمی بین تاجیکستان و روسیه، نرخ بلیت هواپیما تا هنوز پایین نرفته است. به نوشته آسیا پلوس، قیمت بلیت ها به شهرهای بزرگ روسیه همانا از 5 تا 6.5 هزار سومانی را تشکیل می دهد. هرچند به فرق از پروازهای چارتری، هولو هواپیما ها از هر دو سمت مسافر می برند. روسیه از 27 آگوست شماره پروازهای منتظم را از جمله با تاجیکستان زیاد کرد. اجنسی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان وعده داده بود که این قرار ارزش بلیت ها را ارزان تر می کند. در بعضی از بلیت فروشی ها با رادیو زده گفتند قیمت پرواز به ولایت های دورتر روسیه تدریجا ارزان تر شده تا 3800 سومانی را تشکیل می دهد. حالا پرواز ها را به شهرهای روسیه سه شرکت هواپیمایی سومون ایر، یوتر و اورالسکی اویالینی به انجام می رسانند. در همین حال شرکت ازبکستان هوا یولاری از 30 آگوست طریق خدمات نو نرخ بلیت ها به سمت روسیه را تا 20% پایین برده است. این شرکت هوایی ازبکستان اعلان نمود که خدمات ارزان تری ازبکستان ایرویز اکسپرس را راه اندازی نموده است که بین ازبکستان و شهرهای روسیه پرواز میکند. بلیت های آن از 140 تا 170 دلار ارزش دارند. به قول منبع ازبکستان ایرویز اکسپرس در پرواز نخستینش حتی 22 موجی رو از تاشکند بی پول به مسکو رسانده است. امریکا اخراج نیروهایش از افغانستان و جنگ 20 ساله در این کشور را با بیرون نمودن خارجیان و هزارها افغان مخالف با حکم طالبان به انجام رساند. جنرال فرانک مکنزی رئیس استادی مرکزی نیروهای امریکا اعلان کرد که سربازان امریکایی طبق دستور پرزیدنت کشور جو بایدن 31 آگوست این عملیات را خاتمه بخشیدند. بعد از آن طالبان با تیرپرانی به هوا وارد فرودگاه کابل شدند. سخنگوی طالبان زبیولا مجاهد گفت امریکا کویها کابل را ترک کردند و کشوری ما مستقل شد. از زمان آغاز عملیات کوچونیدن امریکایی‌ها و همپیمان‌هایشان در تاریخ 14 آگوست بیش از 122 هزار نفر از فرودگاه کابل به کشورهای دیگر انتقال داده شدند. 15 آگوست طالبان کابل را اشغال نمودند. پیش بینی می‌شود که امروز پرزیدنت آمریکا جو بایدن در برای ختم حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان خطاب ارائه می‌کند. روز دوشنبه کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن گفت که تمام دیپلمات‌های آمریکایی کابل را ترک کردند و اکنون در شهر دوحه قطر جایگیر خواهند بود. طالبان در این کشور نمایندگی سیاسی دارند. در تاجیکستان مریدهای دسترازی به ناموس زیاد شده است. طبق رقم‌های پیشنهادی کمیته امور در 7 ماه سال جاری 27 حالت تجاوز به ناموس و تلاش به این عمل ثبت کرده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 30% بیشتر بوده است. تنها در ماه گذشته 5 چنین جنایت به قید گرفته شده است. مز در ماه ایول تجاوز به قتل بی‌رحمانه رفیده عنایت و 8 ساله در نوی رودکی بحثی سخت‌تر کردن جزا برای آزار
ҷинсӣ, махсусан нисбати кӯдаконро дубора доғ кард. Созмонҳои ҳомии ҳуқуқ мегӯянд, на ҳамаи сокинон дар Тоҷикистон аз озори ҷинсӣ дидани фарзандонашон ба полис шикоят мекунанд. Бинобар ин, дақиқ кардани омори зӯровии шаҳвонӣ нисбат ба кӯдакон мушкилтар аст. Президенти Тоҷикистон бо раиси ҷумҳури Узбекистон гуфтугӯи телефонӣ анҷом додааст. Суҳбати Эмомали Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев дирӯз анҷом шудааст. Ҷонибҳо дар баробари баррасии ҳамкориҳо байни ду кишвар ба вазъи имрӯзаи Афғонистони ҳамсоя низ дахл карданд. Ҳамчунин масоили омодагӣ ба саммити қарибулвуқӯи созмони ҳамкории Шанхай дар пойтахти Тоҷикистон мавриди таваҷҷӯҳ будааст. Шумо Сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. Аз фардо нархи роҳгирои мусофиркашонӣ дар вилояти Суғд барои хатсарҳои дохилшаҳрӣ 50 дирам ва барои нақлиёти назди шаҳрӣ ва байни шаҳрӣ аз 3 то 5 сомонӣ баланд мешавад. Нархномаи навро вазири нақлиёт тасдиқ кардааст. Дар ҳукумати шимоли Тоҷикистон то 25% афзудани арзиши роҳгирро ба гарон шудани нархи сӯзишворӣ рабт медиҳанд. Ҳоло дар нуқтаҳои фурӯши маводи сӯхти минтақаи мазкур нархи бензини нави сер истифодаи 92 10 сомонӣ ва гази моеъ 8.5 сомониро ташкил медиҳад. Дар ин байн аз 1 сентябр дар шаҳри Хуҷанд фаъолияти муназзами тамоми автобусҳо ба роҳ монда мешавад. Дафтари матбуоти раиси шаҳри Хуҷанд мегӯяд, равоо тариқи ин мусофирбарҳо ба таври ғайринақдӣ, яъне танҳо тариқи кортҳои нақлиётӣ сурат хоҳад гирифт. Ба навиштаи сомонаи хабарии Суғд Ньюс, шурӯъ аз соли гузашта, баъди хуруҷи пандемияи COVID-19, мусофирон аз хадамоти автобусҳо камтар истифода мекарданд, ки ин ҳолат боиси ба буҳрон дучур шудани корхонаи воиди давлатии нақлиёти мусофиркашони шаҳри Хуҷанд гардид. Вақтҳои ахир байни шаҳрҳои Хуҷанд, Нӯяи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Бӯстон танҳо 10% автобусҳо ҳаракат доштанд. Аз паго барқарор намудани фаъолияти пурраи ин нави мусофирбарҳо бар асоси дастури раҳбарияти вилояти Суғд сурат мегирад. Мусофиронро зарур аст барои равои бемамоният корти нақлиётро дастрас намоянд. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳукумати Ҷопон 3 тарҳи иҷтимоӣ башардӯстонаро роҳандозӣ намудааст. Бо кӯмаки мақомоти ин кишвар дар деҳаи Кулумбаи болои ноҳияи Дарвоз ба маблағи беш аз 44,000 доллар маркази тиббӣ ва анбор буньёд гардид. Ҳамчунин сокинони ҷамоати Абдулвусифи ноҳияи Рӯшон баъди кашидани 8 километр лула ба оби ошумидани таъмин гаштанд. Барои амалисозии ин лоиҳа зиёда аз 89,000 доллар масраф гардид. Дар деҳаи Баҷӯи ҷамоати пас хофта бо пули гранти маркази нави тиббӣ бо маблағи 45,000 доллар ба истифода дода шуд. Тибқи маълумоти расмии ҳукумати Ҷопон аз соли 1996 ба ин тараф барои бахши аъзами аҳолӣ ва амнияти башарӣ 421 лоҳияро ба маблағи умумии миллионҳо доллар дар Тоҷикистон амалӣ кардааст. Оҷонсии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон муҳосиби, ки музди меҳнати раёсати хоҷагии манзиливу коммуналӣ ва сохтмони шаҳри Ваҳдатро тасарруф кардааст, таҳти ҷустуҷӯи расмӣ қарор додааст. Тимур Муллоев ба он муттаҳам мешавад, ки дар давраи фаъолияташ дар ин корхона тариқи сохтакории ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ беш аз 60,000 сомонии пули кормандонро аз худ кардааст. Ба гуфтаи оҷонсии Муллоев, аз тафтишоти пешакӣ пинҳон шуда феълан макони буду бошаш маълум нест. Бинобар ин, нисбати ӯ барои сохтакории хидматӣ ва аз они худ кардани маблағҳо ғоибона айб ва дар кофтукоб эълон шудааст. Ба гумонбар ҷарима ва ё аз 2 то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. Як зодаи 38 солаи Тоҷикистон дар пай садамаи нақлиётӣ дар вилояти Свердлови Русия ҷон бохтааст. Хабаргузориҳои русӣ аз қабли бозрасии давлати автомобили ин минтақа менависанд, ки садама дар километри 58-уми шоҳроҳи Екатеринбург ба маълум омадааст.
طبق فرضیه مقامات رانندهی توجیکی ماشین سبک رو از اوده اداره نقلیات نبر آمده به میکروآوتوبوس برمیخورد و تا رسیدن یاری تعجیلی در جای حادثه به هلاکت میرسد. چهار نفر دیگر جراحت برداشتند. گفته میشود نفر هلاک شده 13 سال تجربه رانندگی داشته است. تحقیق صدمه ادامه دارد. بینندگان عزیز، حالا برایتان درباره قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدهم. امروز 31 آگوست بانک ملی 1 دلار و 11 سومونی و 32 درهم و 1 یورو را 13 سومونی و 35 درهم مقرر کرده است. قربی از روبل روسی 153 سومونی و 60 درهم تعیین گردیده است. دوستان عزیز، تشکر که تو این قسمتی برنامه با ما بودید و امیدوارم 3 ساعت پس در برنامه اخبار نیز در رادیو زودی با ما میپیوندید. روز پربار داشته باشید عزیزان و خدا را احتیاط کنید.